چقدر خوبش آمده. حالا من یک تاش برتون برش میزنم یا میده میکنم. میبینید دوستان؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بینندای گرامی، خواهرها و برادرای عزیزم. خوش آمدین به چینل خودتان. خوشحال هستم که بازم از آشپزخانه در خدمت شما عزیزای دل قرار گرفتیم. دوستای عزیز، امروز میخوایم که بر صبح اولادا بر مکتبشان نان تیار کنم، به خاطر که خواهرم گفته بودن اگر بر اولادایت نان بر مکتبشان آماده کردی حتما حتما در چینل یوتیوب بان. امروز خواستم که بر صبح اولادا نان تیار کنم، باز خواستم که شما عزیزای دلم شریک کنم. دوستای عزیزم، تا این که میریم طرف شروعی کار، نظرات خود در کامنت بنویسین، ویدیو رو برای عزیزاتون هم شیر کنید. پس بریم که با هم دیگه امروز ما چی تیار میکنم بر دخترکایم بر مکتبشان. اینم از موادای لازمه که در تصویر میبینید. دوستای عزیز، آمدیم طرف شروعی کار. همینطور که میبینید ما اینجا 1 کیلو آرد گرفتیم، 2.5 گلاس شیر، 2 عدد زرد تخم مرغ، اندازه 6 قاشق غذاخوری روغن، 120 گرم مسکه، 1 بسته یا 7 گرم مایع خمیر یا مخمر ترش، نمک به مقدار لازم، 2 قاشق غذاخوری بوره یا همو شکر، 1 قاشق چای خوری بیگین پودر یا همو پودر کیک. خب، در قدم اول دوستان ما 2 گلاس شیر در ظرف اضافه میکنیم. میخوایم که امروز نان برای مکتب اولادا در خانه تیار کنم. دوستا گفتم برای شما عزیزان ویدیو بگیرم. 2 عدد تخم مرغ، روغن، خمیر ترش، 1 نمک، بوره یا همو شکر، 1 پودر کیک هنوز اضافه نمی کنیم دوستا. 1/2 گلاس شیر دوستا اضافه نکردم. وقتی که خمیر خوب گرد کردیم، دیدیم اگر خمیر در آب لازم داشت ما شیر استفاده می کنیم، آب استفاده نمی کنیم. اینال مواد را خوب گرد می کنیم. به مدت 10 دقیقه روی مواد می پوشانیم، میمانیم که استراحت کنه. با ادامه ویدیو اینال خواهرای عزیز، میبینید که مواد به مدت 10 دقیقه استراحت کرده. باز ما 1 دفعه خوب گرد میکنیم. بعد از 10 دقیقه 1 کیلو آرد را که داریم 2 قسمت میکنیم. نال خمیر گرد میکنیم دوستان. قسمت دومش هم اضافه میکنیم. در این مرحله دوستان ما پودر کیک هم اضافه میکنیم که گرد بخوره. خیلی مقدار کم دوستان ما شیر از 1/2 گلاس که گرفته بودیم اضافه میکنیم. خیلی کم، زیاد اضافه نمیکنیم که خمیر زیاد نرم نشه. حال 1 دفعه خمیر خوب گرد میکنیم که خوب یک دست شوه. دوستای عزیز، این حال میبینید که خمیر خوب گرد کردیم، یک دست شد. حال ما 120 گرم مسکره اضافه میکنیم. صد و بیست گرم مسکرم امرو با خمیر خوب گرد میکنیم که یک دست شوه.
خواهر عزیز میبینید که خمیر خوب ورز دادیم، خمیر کاملا یک دست شد. آلو روی خمیر میپوشانیم، به مدت 45 دقیقه الا یک ساعت میمانیم که استراحت کنه، خمیر کاملا خوب برسه. با ادامه ویدیو دوستای گرامی میبینید که خمیرم رسیده، و مدت یک ساعت خمیر استراحت دادیم، خمیرم خوب رسیده. دوستان میبینید حالا ما میخواییم که خمیره دو قسمت کنیم. اینجا یک کمک آرد گرفتیم دوستان، نشه پستم اینجا میمونم دوستان، اولیش جور میکنیم. کمک آرد اینجا پاش میکنم. هیچ زغاله نمی کنیم خمیره، همه تا عوارش میکنیم. کمک آرد پاش میکنم در رویش همراه با نانگز یا میوردنه عوار میکنیم نانه. یک دفعه خوب دوباره دوستا ببینید زیاد نازکش نمی کنیم دوستا. این پراشکی را که جور میکنیم بسیار خوشمزه میاید، بسیار خوبش میاید دوستا. این همه قدر بس است، زیاد نازوکش نمیکنیم. این حال خواهرای عزیز من میخوایم امرو با یک قالب اینا را برش بزنم. اضافه خمیره ور میدارم، اینا رو که برش دادیم در روی از این کاغذ روغنی میمانیم در یک پتنوس. مانده خمیرم هم تو درست میکنیم دوستا، هوار میکنیم، برش میزنیم، در روی پتنوس داش میمانیم. با ادامه ویدیو براتون طولانی نشه. دوستای عزیز ما این سینی را پر کردم، در رویش کاغذ روغنی ماندم، دوباره پارچه هوار کردم که خشک نشه. پتنوس دوم چی رقم جور میکنیم، بازم همیتا برش میزنیم دوستا، خیلی راحت آسان. خمیر اضافه شو ور میداریم. از این ماسترا دوستا که ما شما برای خامه زدن کیک استفاده میکنیم، ما به اینای از این نانا را سراخ میکنیم. این رقم باید این برایه، ولی خب این نبرامد مشکل نیست. اینطوری دوستا گیر میکنه. خیر هست، اینطوری ما بینایش خالی میکنیم. باز ایره ما در پتنوس داشت میچینم دوستو. باش ببینید در اینجا هم یک چند تا ماندیم، دیده میشه. اینا رو هم ور میدارم، دمی جمی چینو.
بسیار نانایش یا پیراشکیش بسیار خوبش میاد دوستو، خصوصا اولادا که مکتب میبره دیگه عاشق رقم نان میشه. باش ما پخته کنم باز ببینید. خب اینا را کلش ما در اینجا میمانم. میریم برای خمیر بعدی دوستا. این باقی مانده خمیرم جور میکنیم. باز زغالا را میمانیم که با مدت 20 دقیقه استراحت کنم. بعد از 20 دقیقه باز زغالا را پخته میکنیم دوستا. با ادامه ویدیو. خواره عزیز میبینید که روغن از سر گاز ماندیم. خمیرام به مدت 20 الی 25 دقیقه استراحت کرده. ببینید خمیرا خوب بال آمده. میبینید اینطوری استراحت کرد خمیرا. 20 تا 25 دقیقه بانین کافی است. و ما اینجا بوره گرفتیم دوستو در ظرف. وقتی که این پراشکی را از روغن میکشیم امرو با بوره یکمک دمابین بوره یک دفعه پشت رو میکنیم وقتی که از روغن کشیدیم. و یم غوریگک است که با پیراشکی دمابینش میمانم. روغن نباید زیاد داغ کنیم. این حال دوستو ببینید یک یک تا بر میداریم دمابین روغن میمانیم. البته روغنش یختر باشه بهتر است و زیاد داغ نباشه. اینا رو میبینید دوستا پیراشکی آرام آرام سرخ میشه یا جوش میخوره. ما از روغن داغ گرفته در این طرف خمیرام اضافه میکنیم. دوستا میبینید که پیراشکی یک طرفش سرخ شده. باز برگردان میکنیم که طرف دیگه هم خوب سرخ شده. دوستای عزیز اینا را از روغن میکشیم در روی پتنوس میمونم بخاطر که زیاد تیز نشه. اول کلش از روغن میکشیم. اینطوری ببینید پشت رویش یک رقم سرخ شده. بازم با منوبر خمیره بعدی رو اضافه میکنیم. حرارت زیاد نباشه بازم براتون میگم دوستان که باز ما بینش خام میمانم. اینا رو دوستا میبینید اینجا ما بوره گرفتیم. پراشکار یک یک تا بر میداریم در مابین بوره. یک پشت رو میکنیم. به میراحتی. باز ما پس دم روی کاغذ روغنی میمانم دوستان. باز بخاطر که ما بینای زیر باید پر کنم. اینطوری دوستان ببینید. اینایش هم یک دفعه میبینیم که اینا رو ما در طرفش هیچ روغن نزدم دوستا. ببینید خراب شد. باید این طرفش هم باید سر روغن داغ پرتیم. اینا رو میمانیم که طرفش هم خوب سرخ شوه. دوستای عزیز اینا رو میبینید که این مایتابه یا این تخمپزی هم پخته شده. پراشکیش ببینید پشت رویش یک رقم سرخ شده. اینا را هیچ در بوره نمیزنم دوستا. اینا را بدون بوره میمانم خاطر که اگر رقم اولادایم دوست داشته باشه با بوره بدون بوره میتونن
در مکتب کد خود ببرن دوستا. اینه دوستا ببینید. اینا را می طرف میمونیم. باقی مانده خمیره را اضافه میکنیم. پیراشکه که ما بایی روش جورتایم اینا رو سرخ میکنم. دوستای گرامی میبینید پیراشکه را سرخ کردیم. اینا را من امرو با بوره دیدیم که جور کردم و اینم بدون بوره هسته. حالا میخواییم پیراشکه که ما بایینش امرو با ما صورت سراخ کردیم سرخ میکنیم. این دفعه نوبت میرسه به اینا. اینا لیگ یک دانه از این پیراشکه که سراخ کرده بودیم در ما بایین روغن اضافه میکنیم. اینال دوستا روغن داغ میگیریم در روی ازیام کم کم اضافه میکنیم. خب میمونیم که یک طرفش سرخ شوه. اینال خواهرای عزیز ای پیراشکی هم سرخ شده. اینا را از روغن میکشیم ببینیم. بازم با منوبت دیگراش هم سرخ میکنم دوستا. با ادامه ویدیو دوستای گرامی پیراشکی را کلان پخته کردیم. در دو تاقیف میبینید من مربای توت فرنگی و نوتلا گرفتم یا همو شکلات. اینا رو دوستا اینا رو خانوز سرایش قیچی نمیزنم. اول میخواییم که مابین از پیراشکی را یعنی اندازه همه جای قیف باز کنیم به خاطر که مابین از یه رو پر کنیم. ببینید دوستا به این روش خوب چوبه که در مابین نان تو شور میدیم که چهار طرفش خالی شوه. میبینید من کلش اول سراخ میکنم. مابینش خو خالی هست به خاطر که اینا کلش پف کرده دوستا. ولی خب بازم یک دفعه همراه با چوبه چیز میکنیم که خالی شوه. اگر مربا پر کردیم یا شکلات پر کردیم باز خوب پر شوه. اینایش که امرای بوره هست دوستا اینا رو من پر نمی کنم. فقط اینا رو می خواهیم پر کنم. اینا رو خالی می کنم ما با اینایشم. اینایی که وسطش سوراخ هسته ای طوری اونا رو نمی کنم پر. اینال دوستا من سر از قیف خیلی کوچی قیچی میزنم. ببینید سیازیت نظرت میخواییم دوستا. اینال ببینید امینجایی که ما امرو با چوب سراخ کردیم قیف هم میمانیم فشار میتیم. چند تایش هم مربا پر میکنم و چند تایش هم شکلات پر میکنم دوستو. شیر کدوم طرفش بود؟ اینجا بود فکر کنم. یکی امرای چاکلیت است سرش قیچی میزنم. اینا رو همراه چاکلیت پر میکنیم بود دوستو.
خواهر عزیز پیراشکی رو کلش پر کردیم همراه با چاکلیت و مربای توت زمینی یا هم توت فرنگی. اینال من یک تاشو براتون میده میکنم، نشان میتونم که چقدر نرم و خوبش آمده. اینا رو ما پرم کردیم. ببینید دوستا کلش نرم نرم چقدر خوبش آمده. حالا من یک تاشو براتون برش میزنم یا میده میکنم. میبینید دوستا یا مزه که مابینش مربا جای کردیم. ببین مابینش اصلا خام نمانده، بسیار خوبش آمده، مثل اما پراشکی بیرون آمده دوستا، هم بسیار خوشمزه است و هم یکی خام نمیمانه. ببینید یک تا چاکلیتیش براتون برش میکنم دوستا، از اینایی که بوره داره براتون برش میکنم که خوب ببینید. باشیاری طرف بانو اینال یک تازی که چاکلیت پر کردیم دوستا، ببینید رویش هم امرا با بوره هست و مابینش چاکلیت پر است. کسی که چاکلیت خور از دوستا ببینید، یا از پرشکی که مابینش چاکلیت پر کردیم. اینال دوستا من اینا رو کلشه در ظرفای غذای اولادا میمونم برای صبحشان و اینم پرشکی که مابینش خالی بود. ایرم براتون میده میکنم که براتون سوال خلق نشه که ای مابینش خام نمانده باشه. به هیچ عنوان مابینش هم خام نیست، روغن هم کش نکده به خود. ببینید پیراشکی که شما از فروشگاه میگیرین زیشه نیستین یا مطمئن نیستین که امرو با کدام روغن سرخ میشه، شما میتونین ای پیراشکی خوشمزه را خودتان در خانه جور کنین. خواهر عزیز من ظرفای غذای اولادا را میگیرم، نانایشان را برای صبح جور میکنم، میوهشان را جور میکنم. امیدوار هستم که از دیدن این ویدیو خسته نشده باشین، شما هم از این پیراشکی خوشمزه برای اولادایتان جور کنین. با تشکر فراوان که با سلامندی کامل نشستین، مرا تا آخر ویدیو بیننده بودین. ویدیو رو برای عزیزاتون هم شیر کنید. از این پیراشکی خوشمزه حتما آماده کنین دوستا. تا یک برنامه دیگه، تا یک ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدار شما.